صرف فعل به اصطلاح علم رو دادیم در باب تفعل. خب باب تفعل تو بابها تکرار میکنیم که اولین صیغه ماضیش تفعل است، یا باشه میگوییم تفعل یا تفعل و تفعل. علمه رو ببرم بر وضع تفعل، اولین صیغه ماضیمون میشه چی؟ میشه تعلمه. خب من یه مکس کنم، شما صرفش رو انجام بده، استوب کن، صرفش رو بنویس، وقتی که نوشی با صرف من مقایسه کن، ببین این صیغه یکه، همون شناسه های ماضی رو فقط بچسبون تهش، فقط همین، همون شناسه ها رو بچسبون تهش، فرد صرف میشه. بعد ببین چقدر ساده است، این تکون نمیخوره، این بنیاد فله، بنیاد فل عوض نمیشه، تو فقط همون تعتم و تومای آخرش رو عوض میکنی. خب استوب بکن، صرف کن، حالا با صرف من مقایسه کن. تعلمه، تعلمو، تعلمو، تعلمت، تعلمتا، تعلم نه، تعلمتا، تعلمتما، تعلمتم، تعلمت، تعلمتما، تعلمتن نه، تعلم تو، تعلم نا. ببین تعلمش تو همه شون هستش، دیدی؟ فقط آن. پس تو نمیتونی بگی چون ت داره مضارع است. ببین اینو نگاه میکنی، پس چون فتحه داره ماضیه، و این فعل 14 صیغه فعل ماضیمون بودش در باب تفعل از ریشه کلمه علمه. بریم سراغ یه صرف مضارع. نمونه صرف مضارع رو از ریشه فعل نزله دادم رو وزن یفعل که مضارعه باب چی هستش؟ تفعیل. میگفتیم فعل یفعل و تفعیل. خب اگر ما بیاییم نزله رو ببریمش بر وضع یفعل میشه چی؟ میشه یونزله. یونزله میشه صیغه اول. یه استوب کن، 14 صیغه رو مقایسه کن با صیغه های من، مقایسهش کن. خب حالا نوشته خودتو با مقایسه کن به صلاح با نوشته من، میشه یونزله. ببین این مشکیه دیگه عوض نمیشه، دقت کن، این مشکیه عوض نمیشه، یعنی فقط اول و آخر فعل عوض میشه، این ثابته، این بنیاد فعله، بنیاد فعل عوض نمی کنیم، فقط تو همون جدول مضارع اون یه و ته و همزه و نون و نون آخرش که گفتیم فقط اون عوض میشه، این مشکی این وسط عوض نمیشه دیگه. میشه یونزلو، یونزلانه، یونزلونه، تونزلو، تونزلانه، یونزل نه. ببین تو صیغه جمع مؤنث چی گفتم؟ گفتم همون صیغه اولو بنویس، یه نون فتحه دار معقب ساکن اضافه کن، میشه یونزل نه. بعد میشه تونزلو، تونزلانه، تونزلونه، تونزلینه، تونزلانه، تونزل نه. این همینو تمیزداری میشه مخاطبش، اونزلو، نونزلو. اینم 14 صیغه فعل چی؟ مضارع. پس این اصل فعل عربی بود، یعنی کلن عرب زبان 28 فعل داره اگه بخوای حساب کنی، چون فعل آینده مستقبل از رو مضارع به دست میاد که ما به سر جلوتر میگیم سوسوفه فقط اضافه میشه اولش. هر کلمه که حالا اون 14 صیغه فعل ماضی، شناسه ها و علامت های ماضی و شناسه و علامت های مضارع رو نداشته باشه، اون کلمه دیگه میشه چی؟ میشه اسم. پس حالا بعد از همین ماضی مضارع، ببین یه ماضی مضارع ساده صرف کردیم، خیلی باورشون نمیشه، همیشه فکر میکنن که کنکور تو کره مریخ طراحی میشه، اصلا همچین چیزی نیستش. اینجا رو نگاه کنید، کنکور سراسری تجربی 94 بوده، خب چی بوده؟ ماضی مضارع. ببین همینو دوست دارم روی تو سایت سازمان سنجش ببینی چند درصد میزننش، چون میرن سراغ لغت و بقیه داستانایی که نمیدونم متاسفانه. و اگر تو یاد بگیری دقیقا اون چیزی که الان بهت یاد میدم، اولید، اصلا شکی توش نیست که اولی. حالا نگاه کن و باز دارم میگم، ببین آخرین تست رو مخصوصا استفاده کردم نمونه شو و زیادم داریم به این شکل. ببین ما باید یه تستی رو میبینیم، اول باید بریم سراغ فعلاش. گفتم تکنیک های دیگه هم داریم، مدد مثلا سراغ سه، ممکن این جمله الان 10 تا غلط داشته باشه، ولی ما بهترین و سریعترین غلط رو باید پیدا کنیم. ببینید میریم زیر فعل اول خط میکشیم، میریم زیر فعل اول خط میکشیم، فعل دیدم،
بعد میایم فلو ببین تست عمودی میای پایین، تست افقی نمیخونی 400، چون زمان گفتم مطرحه، یادت نره گفتم 25 تست داریم 20 دقیقه، درست؟ پس ما با در این حالی که درست میذارم سرعتی ترین کارم انجام بدم. ببین رفتم زیر دیدم و خط کشیدم، خب میام زیر فعلا رو خط میکشم معادلشو، اینجا شاهدتو و شاهدو رایتو و یرا، کاری ندارم اصلا یرا مثلا سیغش هم غلطه، اصلا میبیند میشه، در صورتی که دیدم من میشم. خب ببین یه بازی مضرب ساده بهت یاد دادم، با همون بازی مضرب الان این تست حل میشه، دیدم میشه فعل ماضی. میام اول ببین تست رو با حذف گزینه بزن تو رقیب، بذار قدرتت اول باشه، نمیام بگم الان یا یک میشه یا سه میشه، میام میگم الان گزینه دو چون اشاهد و مضارع بوده حذف میشه، چهار هم چون مضارع هستش حذف میشه، دو تا گزینه فقط به خاطر یه ماضی مضارع رفت بیرون، مونده یک و سه. میرم سراغ فعل بعدی، حفظ کرده. حفظ کرده گذشته است یا حال گذشته است؟ خب توی یک یحفظه آورده، توی سه قد حفظه آورده. حالا اینجا یحفظه مضارع است، حفظت ماضیه. حفظ کرده کی حفظ کرده؟ قبلا گذشته. پس ماضی یا مضارع است؟ ماضی. پس جوابمون الان باید قاعدتا بشه گزینه یه چی؟ سه. ولی میخوام یه چیزی هم نشون بدم، حفظ کردم رو نیا کن، یعنی میخوام بگم الان اینجا شک کردی، هنوز من تیکه درست نزدم و حفظ کردم رو نگاه کن، حفظ کردم، حفظ کردم کی حفظ کردم؟ باز گذشته. تو یک چی آورده؟ احفظه آورده. توی گزینه سه حفظه آورده، درسته؟ این مضارع، این ماضی، ماضی بود یا مضارع؟ ماضی بود. بازم جواب در میاد گزینه سه. پس یعنی شما فکر کن ماضی 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 ماضی، اینجا ماضی مضارع مضارع، اینجا مضارع، اینجا مضارع رفت بیرون، یعنی ما با فعل ماضی مضارع این تستی که مال همین کنکور 94 امسال، تست 32 کنکور دفترچه‌مون بوده به اصطلاح، داریم میزنیم و همین تست رو الان برید نگاه کنید، ببینید فقط 15 درصد بچه ها زدن. پس کنکور سخت نیست، کنکور خیلی آسونه، ولی قلق باید بلد باشه و من دقیقا تمام قلق ها رو بهت یاد میدم که ببینید که اگه قلق دستت باشه اولین درصد تو کنکور به امید خدا عربی خواهد بود. بریم سراغ حالا زیر مجموعه فعل های ماضی. ماضی دو تا زیر مجموعه بسیار مهم داره که تو 90 درصد اوقات داره استفاده میکنه، یه ماضی بعید داره یه ماضی استمراری. تفاوتش تو ماضی بعید فرمول اون اینه که فعل کانه که فعل کمکی است، مثل رفته بود فارسی میمونه، رفته بود، نوشته بود، زده بود، خابیده بود، ببین بوده همیشه هست به عنوان فعل کمکی، فعل اصلیش عوض میشه. اینجا هم همینطوره، فعل کانه به عنوان فعل کمکی اگر با قد ظرف فعل بیادش اون فعل به اصطلاح میشه ماضی بعید، مثل کانو قد کتبو نوشته بودن میشه ماضی بعید. تو ماضی استمراری اینجا فعل کمکی کانه با یک فعل قرار میگیره، مثل کانو یکتبونه، که حالا این کتبو یکتبونه رو میخوام بگم که به اصطلاح نکتش چی هستش، می نوشتن، نوشتن میشه ماضی ساده که می داره می نوشتند میشه ماضی استمراری. حالا ما گاهی اوقات اجازه داریم این قدر حذفش کنیم از ماضی بعید، یعنی فقط یک فعل کانه با یک فعل بیادش، بچه ها گاهی اوقات یه اشتباهی میکنه، میان حفظ میکنن که کانه با قد سر فعل ماضی اومد بعید میگیریمش، ولی اگر کانه بدون قد اومد میشه ماضی استمراری. این کار نکن، چون اینجا هم الان یا کن قدم میتونه نیاره ولی ماضی بعید بشه. ببین کانو کتبو معنیش با کانو قد کتبو یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، پس قده هیچ کار است. بعد اگر تو حفظ کنی که کانه بدون قد بیاد میشه ماضی استمراری، اینو میری تو کنکور ماضی استمراری تشخیص میدی، اونجا دیگه حواست ممکنه ماضی مضارع نباشه اگر اونطوری حفظش کنی، به خاطر این ماضی بعید بوده بعد اشتباه در میادش. پس تفاوت این دوتا چیه؟ ببین
فرق الان کانو یکتبونه با کانو کتبو چیه؟ سر فعل بعدی که بعد از کانه میادش. تو ماضی بعید بعد از فعل کانه، فعل اصلی که میاد، فعلش فعل چی بوده؟ ماضی بوده. کتبو فعل ماضیه. ولی تو ماضی استمراری بعد از کانه فعلی که اومده فعل چی بوده؟ فعل مضارع بوده. پس به قد کاری نداشته باش. قد بود و نبودش مهم نیست. تو اینطوری حفظ کن. هر جا من کانه رو دیدم یا باید بذارم ماضی بعید یا ماضی استمراری. اگر بعد از کانه فعل ماضی اومد بعید میذارمش، اگر بعد از کانه مضارع اومد ماضی چی؟ استمراری. تو تستامون هم همین الان خواهیم داشتش. پس قد مهم نیست، قد باشه یا نباشه تو این دوتا رو در نظر میگیریش. بعد از ماضی بعید و استمراری ماضی نقلی رو داریم. تو ماضی نقلی فرمول اینه که قد بر سر فعل ماضی بیادش. اینجا دیگه کانه وجود نداره، یعنی نه تنها قبلش وجود نداره بلکه کانه تا اول جمله نباید وجود داشته باشه. یعنی اگر من توی جمله کانه رو اول جمله داشته باشم، وسط جمله باز قد کتبو داشته باشم، اون کانوه حساب میشه، میشه کانه با قد با فعل ماضی میشه ماضی بعید. پس زمانی قد با فعل ماضی میشه ماضی نقلی که تو اول جمله کلا کانه وجود نداشته باشه، مثل قد کتبو. قد کتبو نوشته اند، اما ای و از تو فارسی میشده ماضی نقلی. ماضی بعد اون ماضی منفیه. تو ماضی منفی ما هر وقت ما رو بر سر فعل ماضی بیاریم اون فعل منفی میشه. چطور بر سر فعل مضارع لا میومد منفی میشد؟ که حالا جلوتر هم خواهیم گفت. پس سر فعل ماضی اگر ما بیاد منفی میشه. مانند کتبو میشد نوشتند، حالا میخواییم بگیم ننوشتند، ما اومده بر سرش. کانو قد کتبو میشد ننوشته بودن، وقتی که ما داره منفی میشه ننوشته بودن. پس